بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به آن سوی شب نبرد. با شما هستیم با برنامه تخصصی MMA در افغانستان و به بررسی اتفاقات هفته اخیر خواهیم پرداخت. مهمان عزیزی هم داریم. اما در نخست در رابطه با تقابل وایدولا نژند و زکی رسولی صحبت میکنیم. در دو هفته گذشته آمدن صحبت کردند و نظر دادن در رابطه با یکدیگر. حالا با آقای امرالله نورستانی رئیس عملیاتی سازمان SLFC صحبت خواهیم کرد در این رابطه که آیا مسابقه وایدولا نژند و زکی رسولی برگزار خواهد شد یا هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته نشده. آقای نورستانی سلام، وقت بخیر. وعلیکم السلام قیصری است. بفرمایید قیصری. مسابقه وایدولا نژند و زکی رسولی در برنامه های شما هست، آیا برگزار خواهید کرد؟ قیصری صاحب، یک کار طبیعی است که باید زکی رسولی و وایدولا نژند در هر وقتی که باشه یک مسابقه را بدن، چون که در کاتگوری وزنشان امی دو دوستای ما که هست رکوردهایشان خیلی نزدیک است و کمربند هم فعلا پیش وایدولا نژند است و فعلا بهترین کنتندر و کمربند زکی رسولی است، چون که فرق مسابقه های وایدولا نژند کتی زکی رسولی زیاد نیست. البته یک مسابقه خیلی خوب و هیجانی است در بین هر دو ورزشکار، به خاطر اینکه هر دو ورزشکار تکنیک های خیلی خوب دارن و قدرت و توانایی زیاد دارن که یک شو بسیار خوب و بتن یک مسابقه خیلی هیجانی را بر دوستا بیارن. به خاطر از این امکانش هست که ما براتون گفتم میتونم که تا بال ما کنم تصمیم خاصی نگرفتیم، یعنی مشخص نیست دقیقا که مثلا فصل دهم این مسابقه را شما برگزار کنید، چون خیلی ها میگفتن که فصل دهم ما شاهد رویاروی نژند و زکی هستیم. خیلی ها که میگفتن، البته از دان ما خو نشنیدیم تا بال شما. نه ولی خب به هر حال حرفش بود. نه قیصری صاحب، سوال کدام فیصله دقیق سرزی گرفته نشده. البته ما برتان گفته میتونم که هنوز هیئت رهبری SLFC این موضوع مطرح نشده. هنوز وقت است. هر وقتی که ما یک تصمیم سرش گرفتیم انشالله باز اعلام میکنیم. تا بال کدام گفت خاصی نیست. در رابطه با فصل نهم هم اگر صحبت کنید، قرار بود در همین ماه جاری در آگست یا همین شروع سنبله رقابت های فصل نهم برگزار شود. چگونه است برگزاری مسابقات در فصل نهم شب نبرد؟ یک کمی جنجال مشکلات بود، مشکلات زیادتر چون که برنامه ما بسیار نزدیک برای 28% هم بود. یک و دوم مسائل امنیتی، خود کابل هم خیلی خوب نیست این روزا و جنجال های انتخابات هم است. به این خاطر ما یک کمی به تاریخ انداخته مسابقه را انشاءالله بسیار زود برتان اعلان میکنیم که تاریخ جدید مسابقه چی است. سپاس آقای نورستانی از اینکه وقت دادید با شما صحبت کنیم. تشکر بسیار زیاد قیصر بسیار. سلامت باشید. امان الله نورستانی بود، رئیس عملیاتی سازمان SLFC که در رابطه با مسابقه وایدولا نژند و زکی رسولی همراهشون صحبت کردیم. مسابقه ای که خیلی ها منتظرش هستند، باید ببینیم چه زمانی برگزار خواهد شد، چه زمانی تصمیم خواهد گرفت سازمان SLFC که این مسابقه را برگزار کنه و اینکه این دو نفر چه زمانی مجدداً دوباره در قفس برابر یکدیگر قرار خواهند گرفت. اما در این لحظه در رابطه با مسابقه سیار بهادرزاده معلوماتی را خدمت شما عرض کنم. 28 سپتامبر در کوپنهاگن او مقابل اسماعیل نوردیف قرار خواهد گرفت. مسابقه‌ای که میتونه جذاب باشه، حتما هم جذاب هست. در کشور دنمارک سیار بهادرزاده در رقابت‌های سازمان UFC برابر حریفش قرار خواهد گرفت و خیلی ها منتظر حضور سیار بهادرزاده بودند در قفس و باید ببینیم که سیار عزیز ورزشکار محبوب MMA کشور در این تقابل مقابل اسماعیل نوردیف چگونه نتیجه خواهد گرفت. ضمن اینکه چندی قبل هم نصد حق پرست در همین سازمان UFC موفق شد که سیلوای برازیلی را شکست بده. با ما باشید. در قسمت بعدی آرش سعیدخیلی خواهد آمد، همراهش صحبت خواهیم کرد در رابطه با فعالیت هایش، در رابطه با آمادگی ها و برنامه هایش برای حضور در مبارزات MMA و اینکه چه پلان هایی روی دست داره و چه زمانی شاید حضور مجدد او در قفس خواهیم بود. وقفه. خوش آمدید. شما بیننده آن سوی شب نبرد هستید. این برنامه به حمایت
انرژی اتک تقدیم شما میشه. انشاءالله لذت برده باشید از طلوع ولمر. با شما هستیم. آرش سعید خیلی مهمان ما هست. آقای سعید خیلی خوش آمدید. سلام عرض ادب خدمت شما و بینندگان برنامه آن سوی شب نبرد. خوش آمدید. زنده باشید. چه خبر آرش جان؟ چه میکنی؟ فعلا دیگه ادامه چی دست؟ تمرینات است. تمرین کرده میریم. اما تو تمرین ها استپ با استپ پیش رفته میره. بخیر که یک دستاورد خوبی داشته باشیم. آمادگی داریم به مسابقات SLFC البته. مسابقات مشخص هست؟ انشاءالله مشخص نیست. سازمان فعلا در نشر نمانده بودش. دیگه همی قانون قوانین سازمان است که یک مسابقه خلاص شد بعد از دیگه مسابقه تصمیم میگیرن بعد از او در نشر میمانند. خیلی وقت نه بین مسابقه قبلی و مسابقه ای که قرار هست برگزار کنند. در جریان ما مانده بودیم که چطور یعنی که این مسابقه ما به تعویق افتید، چرا پیش نگرفتی مسابقه ما را که نسبت به دیگه فایتر ها گفت البته تو جایگاه خود داری اما ظرفیت ما مامو چیزی را که میبینیم میگه هر چی دیر آید درست آید. البته در وجود ما یک چیزی هست، یک توانایی هست که میگن دیر آمد از تو بسیار جالب میآید. دوست داری حریف بعدیت خارجی باشه یا؟ والا طبعا که هر افغانی میخواهد که هر کس باشه مشکل نداره، من تا از دیدگاه ما خارجی باشه خوبتر است که خوب مزام میده اما فایده. مسابقه های شما جذاب هست. بعضی از کاراکترهای یا بهتر بگم که چند تا از ورزشکاران MMA کاراکترهای خاصی دارن که به دل میشینه، خیلی متفاوت هست. اگر همراهشون دوست و رفیق شوی باز حتما میفهمی که چه دل مهربانی دارند. آرش سعید خیلی هم دل مهربانی داره و کاراکتر متفاوتی داره. کوچک نوازی میکنه قیصر. سلامت باشی. نه واقعیت گفتم. مسابقه وایدولان نژند و زکی رسولی حرفایش این روزا زیاد شده، صحبتهایش هست، چی فکر میکنی؟ والا امی هر فایتری که زحمت بکشه بدون قضاوت یک طرفه، شما خب پارتنر وایدولان نژند هستی، اگر خواسته باشی بی طرفانه بگویم که زکی او هم فایتری است که البته محبوبیت خود داره در جایگاه خود به مردم. واحد جان هم به مردم معلوم از فایتش و دلچسبیش دیگه، اما توانایی واحد من باور کامل دارم. در وضع شما چه وضعش کنن دیگری هستن آقای سعید خیلی؟ در وزن 70 کیلوگرم اون خودتان توان میبینه که کی کس هستن. مشاهدش هسته که چقدر فایتر رو هستن. هر کسی که باشه با ما مشکل ندارم و زحمت ما البته پیش خودم، پیش مردمم، هم پیش علاقه مندایم جایگاه خود داره. دیگه ما دمی هر میدان برنده هستیم انشاءالله به زور پروردگار. امیدوارم هستم که ببری دیگه. انشاءالله بخیر به زور پاک پروردگار. مسابقه نسل اخبرست دیدی؟ خیلی کوتاه اگر نظر داشته. بله مسابقه ایش دیدم. البته بسیار جالب فایت کردن که در مسابقه راوند دوم بود. البته راوند دوم بود که نکاوتش کرد. دیگه یک جوان شاد است دیگه، اما فعلا دمو ورزشکارای ما در این رشته خیلی استعداد دارن. مثال همین نسل حق‌پرست، اگر زمینه برایشان فراهم شود، اگر امکانات باشه 100% اگر ایجا امکاناتش همو قسمی که در کشور خارجی است اگر ایجا باشه بسیار در وقت کم ورزشکارای ما رشد میکنه. ما متاسفانه کمپای تمرینی مناسب نداریم برای ورزشکاران. نه خیلی از ورزشکاران ما خارج از کشور تمرین میکنن. مثلا حالا آقای باز محمد مبارز در کشور تایلند هست. راستی نظرت در رابطه با مسابقه مبارز چی است؟ 27 سپتامبر مقابل کانکوف. بله زحمت میکشه آقای مبارز، زحمت میکشه. ما امیر خوش داریم که بخیر برنده شوه، دیگه دستش بالا شوه، چرا که افغان ماست. ورزشکار از دل ورزشکار میایه، اما قدری که تمرین میکنه ما امید پیروزی برش داریم. بله امیدوار هستیم که مسابقهش مقابل کانکوف با یک نتیجه خوب به پایان برسه. شرایط MMA چگونه میبینی نسبت به سالهای گذشته؟ شرایط فعلا که در حالا جریان داره بسیار درخشیده در افغانستان. MMA نسبت به دیگه ورزش ها
دیگه ورزش ها را ما دیدیم البته حالا که میبینیم ورزش فری فایت دادن هر کس فقط MMA است اگر خرد است اگر کلان است اگر خانم است حتی میگه MMA او مبارزات آزاد بسیار دلچسپ است و زیادیش میگه خشن است اما چیزش معلوم میشه که زیاد رشد کرده در افغانستان بله و شاید تکراری باشه ولی شب نبرد خیلی تاثیر داشت بله در محبوب شدن MMA در کشور و مردم آشنا شدن با این رشته ورزشی 100% در هر خانواده در حد و در قریه ها سیل میکنن شب نبرد نظر چی است در رابطه با سیار بهادرزاده؟ سیار بهادرزاده فعلا که همو ظرفیت جوانی همو استعداد را که وقت داشت حالا فعلا اونقدر نداره این از این نگاه نمیگم که یک فایت کرد و در یک فایتش که ما دیدیم خود ما شما سیل کردیم اون مسابقه را که باخت بس این با اون نمیگم که یعنی باخت دیگه مسابقه نکنه نه البته باید پیش بره من تا در اون سن دیگه از در اون سنین که هست که میدرخشه دیگه از دیدگاه ما برش خوب است اگر یک کمپ تمرینی جور کنه البته جور هم کده کمپ تمرینی جور هم کده دیگه کوشش کنم اون کمپ پیش ببره و اون ورزش یک مربی خاص باشه البته در کشورهای بیرون مرزی که ما یک سرش فخر کنیم البته حالا هم فخر میکنیم با امید پیروزیش بله سیار بازستاد است میتونیم بگیم نوابق MMA در افغانستان بوده و هست آرزوی موفقیت داریم برای سیار بهادرزاده عزیز نظر آرش سیدخیلی هم محترم بود سیار بهادرزاده نزدیک 35 سالگی هست و باید ببینیم تو چه زمانی فایت خواهد کرد امیدوارم یک روزی در همین ست همراهش صحبت کنیم و در رابطه با خاطرات ورزشی سیار بهادرزاده بیشتر صحبت کنیم عاشق شدی من دیگه پادشاهان من نیست عاشق شده عاشق پروردگار است عاشق که هر کس است در او جای شک نیست فعلا وقتش نیست باز وقتش میای ان شاء الله وقتش آمد در چیزی یک جایگاه خود داره زنده باشید شما را موفق داشته باشه آقای آرش سیدخیلی تشکر از اینکه آمدید گفتگو جذابی داشتیم با شما صحبت کردیم و امیدوارم شما هم لذت برده باشید بینندگان عزیز همراه با آرش سیدخیلی این قسمت از برنامه را به پایان میبریم در قسمت بعدی مهمان عزیزی خواهیم داشت در رابطه با تمریناتی که در کشور ازبکستان داشت همراهی صحبت خواهیم کرد شخصی که در فصل نهم شب نبرد هم حضور خواهد داشت عبدالعظیم بدخشی وقفه خوش آمدید به بخش پایانی برنامه عبدالعظیم بدخشی مهمان ما است و همراهش صحبت خواهیم کرد آقای بدخشی سلام وقت بخیر بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما و سلام بر تمام مردم افغانستان که همین اکنون ما را از برنامه آن سوی شب نبرد میبیند شما سلامت باشید برای تمرینات رفته بودید ازبکستان چگونه بود تمرینات؟ خب من مدت یک سپنج روز شده بود رفته بودم در ازبکستان تاشکند تمرینات به خاطر مسابقاتی که به تاریخ 20 آگوست فکر کنم بود 23 آگوست بود بله باز دیگه تمرینات اونجا بسیار خوب بود ما تمرینات ما سوم یک تایم تمرین میکردم دیگرم یک تایم تمرین میکردم در روزی دو تایم تمرین میکردم تمرینات مختلف با استادم آقای محمد موسی افغان امروز استادم رفته بودم دیگه فعلا به افغانستان اومدم ولی مسابقات شما برگزار نخواهد شد متاسفانه دیگه مسابقه که مشکلاتی که سازمان داشت دیگه مسابقه به تاریخ 18 اکتبر شده دیگه هرچی دیر رو درست باید ما آماده هستیم انشاءالله چگونه بود فضای محلی که شما تمرین میکردید؟ جای بسیار مناسب جای بسیار خوب بود و ازبکستان خوب برای خود زیادتر فایتر معلوم است که حساب از پالوانی و کرششون بوکسشون بسیار بالا است من خود وقتی پالوانی که از من کمی ضعیف بود وقتی پالو عریفم بوکسر است و یک پالوان خوب است و من خودی رفته بود یعنی جدا از مربی که امراتان رفته بود شما مربیان دیگری هم داشتید؟ بله صد بسیار که امراشان تمرین کردید؟ بله من استاده مشخص برای خود گرفته بودم امراشان یک جا تمرین میکردم بسیار خوب باید ببینیم که در نهایت در اکتبر چه اتفاقی رو خواهد داد بر صورت در آگست مسابقات فصل نهم شب نبرد برگزار نشد منتظر حضور عبدالعظیم بدخشی هستیم مقابل
حریفش و بدونیم چه نتیجه در پایان خواهد داشت. پاس محمد مبارز مقابل کاناکوف قرار خواهد گرفت 27 سپتامبر. شما تجربه حضور برابر کاناکوف را داشتید، چگونه میبینید این مسابقه را و حریف مبارز را چگونه بررسی میکنید؟ خب اولتر از همه ما با آقای مبارز پیروزی موفقیت میخوایم که انشاءالله پیروز موفق شود در مقابل دنیس کاناکوف، چرا که دو تا افغان شکست داده، چیزی که عیان است یا حاجت به بیان است. ما خوش هستم که باید آقای بازمند مبارز مسابقه برنده شود، اما اینجا یک دو علت داره. اگر آقای بازمند مبارز به خاطر از اینکه رفته باشه که او را ببره که ما آقای اوتاکو و مرا بدنام بسازه، امکان برد نداره. اگر خواست به خاطر افغانستان رفته باشه که باید با بلق افغانستان باید ساز در بیارم، چطور یعنی شما را بدنام بسازه؟ یعنی در افغانستان فایترها و میگه من هستم، میگه باید کسی از من بالاتر نباشه. در دیگر کشورهای تو نیست، در دیگر کشورها مثل یک برادر، مثل یک دوست تمرین میکنن، یک جای مثل یک برادر، مثل یک خانواده تمرین میکنن، خصوصا یک کشور. اما افغانستان متاسفانه هر روز چلنج است، مترا چلنج میتونه، مترا چلنج میتونه. اینی کارشون بسیار اشتباه است، ما از این کارشون بسیار آزرده هم هستم. دیگه با آقای بازمند مبارز ما پیروز موفقیت میخوام که ما امیدوار هستم در قلبشون در دلشون این باشه که ما بیرق سیرنگ افغانستان رو به اتصال در میارم ان شاء الله. نه باید که ایران بسیار مهم است که دو تا افغان شکست داده. ولی حالا مبارز هر جایی که مصاحبه کرده از شما و ولی اوتک یاد کرده بلی. که کاناکوف شما رو شکست داده. صد صد شکست داده، اطلاع من بنده افغانستان میفهمم. مسابقه است چانس همیشه هم گفته یکی از دلایلی که مقابل کاناکوف قرار گرفتم این است که با توجه به که تو افغان ما شکست خوردن برابر این ورزشکار، من میرم که شکستش بدم. خب طبعا اول به خاطر بدق افغانستان باشه و بعدا به خاطر دو افغان شکست بده، میتونه یکی از دلایل باشه. خب شاید دیگه ما را گفتن نمیدونم، شاید باشه شاید نباشه، در قلبشون در دلشون هست. دیگه ببینیم خداوند چی میخواد. ما تجربه که در دنیس کاناکوف دیدیم 50-50% فکر نکنم باشه، 60-40 میباشه. 60 دینیس کاناکوف، 40 آقای بازمند مبارز. مبارز هم خیلی خوب تمرین میکنه. به خاطر از اینکه من تمرینات دینیس کاناکوف رو تعقیب کردم، دیگه از وقتی که امروی و احمد علی اوتک مسابقه کرده بود و امروی ما کرده بود، به صد تمرینش مسابقهش بلند شده بود و او جای مناسب، تمرینات مناسب و صدای پروفشنال داره. دیگه ببینیم، ما با امید پیروزی آقای بازمند مبارز من افتخار میکنم. دیگه ما ازش فرصت مبارزه، یک طرفش برد هست یک طرفش باخت و خب هر کسی که در قفس قرار گرفته حتما تجربه باخت هم داشته و طعم باخت هم چشیده، نمیشه همیشه پیروزی باشه و باخت هم یک طرف هم دعا بکنید که انشاءالله بخیر آقای بازم مبارز پیروز میدان شده بخیر که بیرق سیرنگ افغانستان باید ساز در بیاره. ولی تشویش شما بعد از پیروزی است؟ بله، تشویش شما بعد از پیروزی باز محمد مبارز است؟ نه، پیروز شما افتخار میکنم. ولی دلیلی که در ابتدا گفتین، دلیلی در افتخار در تو ما گفتیم، اگر گفتم در دل از او باشه، این خداوند خودش میفهمه. اگر دل از او که به خاطر بیرق سرنگ افغانستان باشه و به خاطر مردم ازی باشه، ان شاء الله پیروز موفق هسته. این ما براش میگم. اگر به خاطر ازی باشه که ولی دو افغان شکست بده، به خاطر نامبدگی دو افغان باشه، به خاطر ازی پیشتر او وقت سال پیشتر او وقتی که قبل که چلین بازی بود و گپا بود، اما کار خوب نبود که هم اگه مسابقه هم نشد. نه چلنج بازی خب خیر، منتهی که مسابقه ندادن دیگه این مشکل هست. دیگه مشکل داریم. بله، اینقدر چلنج بازی حالا خیلی هم به من ایراد میگیرن که چرا باز خب صحبتش میکنی. ولی خب چلنج بازی آخر هم مسابقه ندادن. با قیصری صاحب بچه‌ها در افغانستان مسابقه هم به خاطر از اینکه من میتونم این استفیل مسابقه سیما باز شروع میشه، اما در استفیل من در این من قرارداد دارم 5 سال. ما از وا یک فایت اجازه گرفتیم، باختی فایت آن سوی شبیه نبر. شما یک قرارداد کردیم، به خاطر ازی من قرارداد کردیم، به خاطر مردم و به خاطر هواداران عزیز خود که بیان فایت من نزدیک تماشا بکنیم. به من افتخار است که من داخل افغانستان فایت میکنم و یک فایتر روسی از بیرون کشور میاد داخل افغانستان. ما جای افتخار است و مردم افغانستان میاد از فایت ما میبینن، از فایت ما لذت میبرن. من افتخار میکنم واقعا. شرایط و فضای ام ام ای کشور رو چگونه میبینید در حال حاضر؟ خب نام خدا بسیار پیشرفت کرده که در از وقتی که یانسوی شب نورد به فعالیت آغاز کرده و تلویزیون طلوع دلومر همکاریش کرده، ماشاءالله با شرایط میمی بسیار بربری به پیشرفت است. شما که با حضور قهرمانان جدید و نام های جدید در ام ام ای مشکل ندارید؟ نه خیر، من افتخار میکنم قهرمان جدید بیان
افتخار میکنم. واقعا من همیشه عکسش هم دست صفحه اجتماعی خود پست میکنم. افتخار است هر قدر که تابکه ما هستیم، تابکه آقای بازمان مورد، تابکه آقای ولی اوتک هست یا دیگه قرمان دیگه هست. قرمان جدید جدید باید سر سنه بیان، از او باید امایت کنیم، تشویق بکنیم. برق سرنگ افغانستان باید ساده. این حمایت میتونه کمک کنه برای شما؟ بله، صد صد میتونه. باید سایر ورزشکاران با سابقه MMA کشور همین طرز دید و مفکوری شما رو دارند؟ تا جای فکر کنم نخیر ندارن. وقتی از اینکه من گفتم پیشتر قیصری سپ طرز عمل و همه شخصیت و رفتار و کردار یک شخص، اخلاق یک شخص تا دیگر شخص بسیار فرق میکنه. مسابقه شما در اکتبر است. شما دوباره سفر خارجی خواهید داشت؟ من بخیر انشالله از من یک دوستم است، برادر فکر که برادرم است در امریکا است، فافاوجان نوری. همیشه من مسابقات بیرون مرزی میرم. یک دوستم در سویدن است، من را امید میکنه وقتی مسابقات گپا که انشالله. من بودم تشکر میکنم از فافاوجان نوری، همیشه من را تشویق امید میکنه. یک با مسابقه یک 40 روز بانه میرم بخاطر طرف ازبکستان. تصمیم دارم بخیر نم دوباره یک ترنینگ کمپ ان شاء الله با امید بخاطر از اینکه من در اونجا بسیار زمینه و تکنیکای بسیار متاسفانه ترنینگ کمپ مناسب در افغانستان وجود نداره. تشکر از عبدالعظیم بدخشی عزیز که آمد. تشکر از شما کانسوی شب نبرد را تماشا کردید. ان شاء الله از برنامه امروز لذت برده باشید، استفاده کرده باشید. به اتفاق بدخشی عزیز تا برنامه دیگر و دیدار دیگر همه شما را به خداوند بزرگ می سپارم. روز روزگار بر شما خوش.